سلام دوستا امید که جور ساعت من باشین به با درس نام خیاتی خوش آمدین امروز درس ما یخان سر پیران می باشه پیران پنجوی و یا پیران که شما خواسته باشین خب ما ابتدا به شما نو تذیر می خوانم بعد ازو در تصویر می را تشریح می کنم قسمت پشت سر یخن را مانند پیشروی یخن اندازه گیری کرده از بالا سه اینچ نشانی میکنیم و درازی یخن و یا میقد یعنی قد یخن از, از این قسمت ببینید نظر به میل خود سه الا سه نشانی کنید و در صورت که خواسته باشید یخنتان به اندازه یخن پیشروی چقدر باشد شما میتونید به اندازه یخن پیشروی پشت سر را هم نشانی کنید صرف یک اینچ کمتر بگیرید به طور مثال اگر یخن پیشروی را 7 اینچ پایین کردید یخن پشت سر را 6 اینچ پایین کنید این نظر به میل خودتان می باشد که به با چی اندازه می خب ما ایجا صرف به شما مثال دادم شما می تانید یخن بار بر اندازه که خودتان باشه او را اندازه بگیرید و حتی اگر می که به اندازه یخنهای پیراهن تان بگیرید می که یخن پیراهن تان دقات کنید یخن چند را زبی تا می قسمت چقوری یخن که از بالای شانه و با به شما معلوم میشه که شما یخن چند با پایین کردید خوب آل مده تصویر ایر به شما تشریح میکنم ببینید شما یک بکره ما میگیرین به این شکل چار ق... دو قات میکنید همی که دو قات کردین یعنی فکر کنین که این همی بکروم ما است و یایی که پشت سر پیراهن است این دو قط میکنین شما از این قسمت سینچ نشانی میکنین و امی خط بدن از این قسمت هم سینچ نشانی میکنین اینجا نقطه میکنین بعدا ایره سیو نیم انچ پایین میکنین و, و ایره به شکل باکس به این شکل رسم میکنین مثل شما در قسمت پیشوری یخنه آماده ساختین قسمت پشت سر تنها شما اندازیش تغییر میدین بعدا از ای قسمت شما ایرا بازم میگیرن و به این شکل گل خط میکشین همین گیر خط کشیدین ببینین از قسمت سه نیم بود و از ای قسمت و قسمت بالا ما سه انچ نشانی کردیم بعدا یک یک اینچ شما به این شکل ای به شکل گل توسط فیتا یک یک جدا میکنین و ای به شکل گل به این شکل ای رسم میکنین بعدا از این قسمت ایران قیچی میکنین و این قسمت هم قیچی میکنین و یخن پشت سرتان آماده میشه و بعدا ما طریقه دختن پیران هم به شما یاد میتم ببینین می امروز درس نوم بود و در درس نوم خدا همی پیران پنجابی کاملا تکمیل شد و حال به شما یک دیزاین از اینترنت بکشم و و دیزاین به شما بگویم که شما ایره آماده بسازین من مطمئن هستم که شما اگر پیران باشه یا پیران پنجابی باشه و یا پیران کوتاه باشه در شما تقریبا یاد گرفتین بخاطر از اینکه اینمی اندازه گیری است که ما به شما یاد دادم که کمر بغل شانه مثلا سین یا خن این چیزای مهم است که در اندازه گیری اگه نمی ای چیزا را آدم اندازه نفهمه پس قیچی هم نمیتنه شما خودتان میتونین از اینترنت یک مثلا یک تصویر خودتان پیدا کنین بعض تصویر هاست وقت که شما در پنترست برین تصویر زیاد است از پیران پنجابی و یا میتنین او را و آماده بسازیم چند تصویر شد به شما به شکل نمونه با می درس یک جا میمانم و شما امتحان کنین ببینین که شما چقدر میتونین که یک پیرانه و یک پنجابی را قیچی کنین خوب در درس بعدی ما به شما تنبان, تنبان ساده درس میتونم به خاطر که زیاد دوستان گفته بودن که ما تنبان ساده را باز به امید کوشش شما میکنیم که پنجابی رو قیچی کنیم و خاطر از که شما باز دختن یخن یا را یاد بگیرین شما یک یخن وقت که یاد بگیرین دخت که به چی شکل دختر بشه شما تمام یخن ها رو به اونم شکل میتونین دختر بدوزین و خود درزا و یخ میفهمین آسان است او هم ما برتون تمام شد نشان میتون که شما باید چه قسم و و تان ما او رو خط کرده بخاطر شما اندازه گیری تمام یاد دارین و ما بسیار زیاد وقت ندارم که اور تمام شما خط کنم این چیزا خب ما فقط تکاوی را کل خط کشی میکنم بعد هم تان قیچی میکنم و برتان تشریح هم میکنم بخاطر از از که شما خوبتر بفهمین آل شما بیاز اندازه گیری بیاره تمام شم میفهمین خب بازم اگه سوال داشتین میتونین از کامنت به ما از ما بپرسین و بعض دوستا گفته بودن که پیران تریستار داری ما تمام شبه شما تشریح میکنم اما به نوبت به خاطر از اینکه ما خودم کم مصروفیتم زیاد است در این روزا باز ما کوشش کردم به شما یک درس حیاتی آماده بسازم و ایرا به اشتراک بگذارم خوب دوستا ای پست ها با دیگه دوستا هم شیر کنین و همچنان اگه خوشتون اومد لایک کنین و اگه سوال داشتین میتونین از طریق کامنت از ما بپرسین حتما ما به شما جواب میدم و این رسم ها را زیاد جدی نگیرین به خاطر از اینکه من قرار رسم نیستم و من کوشش که از خود کامپیوتر به این شکل به شما آماده بسازم به خاطر شما خوبتر بفهمی نظر به اینکه دست دی رسم بکشم و شما کوشش که قسمت هایی که به حساب گل میه و چیزا مثل یکن ایره یعنی به ایره درست آماده بسازه خب دوستا وقت خوش تا درس بعدی خدا یار و نگهدارتان